سلام بینندگان گرامی، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. مرزبانان لهستانی مجوز تیراندازی به پناهندگان دریافت کردند. مشارکت 250 حافظ در هشتمین مسابقه ملی حفظ قرآن کریم. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به مصرف سوخت‌های فسیلی شد. و حکمتانه در یونسکو ثبت شد. وقت شما بخیر. دولت جدید لهستان به رهبری دونالد تاسک هم همسو با دولت قبلی به سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان در مرزها ادامه داده و تصویب قانون گسترش استفاده از سلاح علیه پناهجویان در مرزها را دنبال می‌کند. روزنامه برلینر سایتونگ آلمان در مطلبی به سیاست‌های برخلاف انتظار خشونت طلبانه و سختگیرانه دولت لهستان تحت رهبری دونالد تاسک پرداخته و نوشت سربازان لهستانی به زودی اجازه خواهند داشت به پناهجویان شلیک کنند و دونالد تاسک نخست وزیر جدید این کشور هم طرفدار آن است. بسیاری از لهستانی‌های چپگرا امیدوار بودند که دولت جدید دونالد تاسک با پناهندگان در مرز لهستان رفتار بهتری داشته باشد، اما قانون جدید نشان می‌دهد که اینطور نیست. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای لحمی سلام و عرض ادب. چرا وضعیت پناهجویان در دنیا به جای رسیده که مجوز تیراندازی به سمت آنان صادر میشه و چگونه میتوان جهانی آری از خشونت و جنگ و پناهندگی و آوارگی ساخت؟ بفرمایید. حالا در لهستان هم یه مقداری برخلاف وضعی که شاید با اون رویه نشنالیستشون که نجات پرستانشون بسیار زیاده، بحران‌های انسانی، تهدیدهای تروریستی، اینا همه دلایلی که آقای تاسک این تصمیم رو برای کشورش گرفتن. و به این شکلی که از بتایلی میفرمایید اگر ما بخوایم جهانی آری از پناهنده، آری از جنگ داشته باشیم، به بحران‌های اجتماعی ممالکمون رو درست کنیم، تقویت دموکراسی باشه، تقویت حقوق بشر در کشورها باشه، حداقل یه آموزش و آگاهی همه جانبه در ممالک وجود داشته باشه و مبارزه جهانی با تروریسم میتونه برای ما دنیای بدون پناهنده باشه. بله، ممنونم. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تلویزیون المسیره تحت کنترل شیعیان زیدی حوثی ها گزارش داد که ائتلاف دریایی آمریکا و بریتانیا روز جمعه سه حمله هوایی به فرودگاه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن در شهر بندری الهدیده انجام داد. این تلویزیون جزئیات بیشتری ارائه نکرد. ساکنان محلی در شبکه‌های اجتماعی گفتند که این حملات به اهداف حوثی‌ها اصابت کرده است. بر اساس گزارش تلویزیون حوثی‌ها، این حملات هوایی اندکی پس از چهار حمله دیگر انجام شده توسط نیروهای ائتلاف، جزیره کامران یمن در دریای سرخ را هدف قرار دادند. وقوع طوفان گرد و غبار در عربستان سعودی منجر به تصادف زنجیره‌ای و برخورد 13 خودرو و کشته شدن دست کم 4 نفر شد.
روزنامه سعودی عکاظ با اعلام اینکه محل دقیق حادثه در بزرگراه عرین بیشه بوده است نوشت تعدادی از مصدومان پس از انجام کمک‌های اولیه توسط تیم‌های پزشکی هلال احمر به اورژانس بیمارستان عمومی العرین منتقل شدند به گونه‌ای که معاینات اولیه نشان از شکستگی‌های متعدد، خونریزی داخلی و وارد آمدن جراحات جزئی به آنها بود. در همین حال سازمان هواشناسی عربستان و تعدادی از اصحاب رسانه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره وقوع طوفان گرد و غبار در همین منطقه هشدار داده بودند. در نتیجه واژگون شدن یک خودروی حامل پناهجویان در جنوب شرق صربستان دست کم 30 پناهجوی افغانستانی و نپالی زخمی شدند. این حادثه روز جمعه رخ داده و رسانه دولتی صربستان روز شنبه گزارش داده که 3 پناهجو در بیمارستان بستری شده و ما بقیه آنان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند. این رسانه به نقل از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در صربستان گزارش داد که پناهجویان مردانی از نپال و افغانستان بودند. سرویس امداد و نجات روز شنبه گزارش داد که بر اثر برخورد یک اتوبوس با یک تریلر در نزدیکی منطقه جموشورو در استان سند جنوبی پاکستان حداقل 4 نفر کشته و حدود 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حادثه در اتوبان M9 بر اثر برخورد اتوبوس مسافربری با یک تریلی رخ داد که منجر به فوت 3 نفر در دم شد. سازمان امداد و نجات گفت با دریافت این اطلاعات نیروهای امدادی به محل حادثه رسیدند و مصدومان را به بیمارستان محلی منتقل کردند که در حین انتقال یک مسافر دیگر جان خود را از دست داد. با این عروق، زخم، درد و خطر عفونت ناشی از برداشتن رگ‌ها در هزاران جراحی قلب باز کاهش می‌یابد. دانشمندان می‌گویند که عروق خونی که با چاپگر سه‌بعدی ساخته می‌شوند و الگوبرداری مشابهی از قابلیت‌های عروق واقعی انسان دارند می‌توانند درمان بیماری‌های قلبی عروقی را متحول کنند. گروهی از محققان با سرپرستی دانشکده مهندسی دانشگاه ادینبرا در روندی 2 مرحله‌ای با استفاده از دوک چرخانی که با چاپگر 3D ادغام شده بود بافت لوله‌ای ژل مانند بر پایه آب تولید کردند. هشتمین دوره مسابقه طرح ملی حفظ قرآن از دیروز با مشارکت 250 حافظ قرآن از استانهای مختلف عراق در شهر مقدس کربلا آغاز شد. این مسابقه به همت دارالقرآن آستان مقدس حسینی و با همکاری دانشگاه دخترانه الزهرا سلام الله علیها برگزار می شود و به مدت 4 روز ادامه دارد. کرار الشمری مسئول شعبه رسانه قرآنی وابسته به دارالقرآن آستان حسینی در این باره گفت این مسابقه در محل دارالقرآن آستان و دانشگاه الزهرا در کربلا برگزار می شود و در آیین افتتاحیه آن که دیروز برگزار شد شماری از شخصیت ها و نخبگان قرآنی حضور داشتند. وی افزود 250 حافظ قرآن در 2 بخش بانوان و آقایان در این مسابقه حضور دارند که در 3 بخش حفظ کامل قرآن، حفظ 20 جزء و حفظ 10 جزء به رقابت می پردازند. شیخ خیرالدین علی الهادی رئیس دارالقرآن آستان حسینی ضمن سخنانی در مراسم افتتاحیه این مسابقه
توضیحاتی درباره مراحل طرح ملی آموزش حفظ قرآن از سوی دارالقرآن در سراسر عراق و اهتمام این مرکز به فعالیت‌های قرآنی در این کشور ارائه داد. زینب السلطانی رئیس دانشگاه دخترانه الزهرای کربلا نیز ضمن سخنانی در این مراسم از دارالقرآن آستان حسینی به خاطر حمایت از این فعالیت‌های قرآنی تقدیر کرد. طرح ملی آموزش حفظ قرآن به همت دارالقرآن آستان حسینی در استانهای مختلف عراق اجرا می شود و تا کنون افراد زیادی در قالب این طرح موفق به حفظ کامل قرآن شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای ثروتمند خواست همزمان با توسعه در همه زمینه‌ها اعتیاد به مصرف سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت از کشورهای ثروتمند خواستار حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی شده است. وی هشدار داد که ثروتمندترین کشورهای جهان با گسترش فعالیت سوخت‌های فسیلی که تهدیدی برای تشدید امواج گرما و سایر تأثیرهای آب و هوایی است، جان میلیاردها نفر را به خطر می‌اندازند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از همه کشورها خواست تا با بیماری اعتیاد جهان به زغال سنگ، نفت و گاز مبارزه کنند. وی هشدار داد که رکورد گرما در این هفته باید کشورهای ثروتمند را به سمت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی سوق دهد. گوترش در سخنرانی خود در نیویورک گفت باید سیل گسترش سوخت‌های فسیلی را که در برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان مشاهده می‌شود، سریع و منصفانه به تدریج کنار گذاشته شود. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می‌شود که گاردین فاش کرد چگونه افزایش اکتشاف نفت و گاز تازه در سال 2024 حدود 12 میلیارد تن گازهای گرم کننده سیار زمین را در طول عمر پروژه‌های حفاری جدید تهدید می‌کند. کشورهای ثروتمندی مانند ایالات متحده و بریتانیا با وابستگی اقتصادی به سوخت‌های فسیلی در صدر این فهرست قرار داشته و سال گذشته رکورد 825 مجوز صدور نفت و گاز را شکستند. گوترش همچنین گفت که ثروتمندترین کشورهای جهان باید یارانه سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند، به پروژه‌های جدید زغال سنگ پایان دهند و از کشورهای در حال توسعه و آسیب پذیر در برابر تأثیرات آب و هوایی مانند موج گرما، سیل و خشکسالی حمایت کنند. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد رهبران تمامی کشورها باید بیدار شوند و در این زمینه گام بردارند. تلفات فزاینده بحران آب و هوا در این هفته مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته و جهان 13 ماه متوالی گرمای بی سابقه را تجربه کرده و انتظار می رود امسال رکورد دمای سالانه شکسته شود. در تابستان امسال موج گرمای شدید ایالات متحده، اروپا و ژاپن را فرا گرفته است، در حالی که حداقل 1300 نفر در زیارت حج در عربستان سعودی جان خود را از دست دادند. سازمان ملل روز پنجشنبه گزارش جدیدی منتشر کرد که در آن از کشورها خواست برای محافظت از مردم در برابر گرمای شدید اقدامات بیشتری انجام دهند و به داده‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد سالانه حدود 489 هزار نفر از سال 2000 تا 2019 بر اثر گرما جان خود را از دست دادند که تقریباً نیمی از آنها در آسیا و یک سوم این اتفاقها در اروپا اتفاق افتاده است. داده‌های جدید سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بیش از 70% از نیروهای کار جهان، تقریباً 2.4 میلیارد نفر اکنون در معرض خطر گرمای شدید قرار گرفتند. سازمان یونسکو بقایای منطقه باستانی حکمتانه در همدان را به عنوان میراث جهانی ثبت کرد. قدمت حکمتانه به قرون ششم و هفتم پیش از میلاد مسیح و تمدن مادها می رسد.
بعدتر و در دوران حکومت سلسله های هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان نیز از این منطقه به عنوان پایتخت تابستانی استفاده شد یا همچنان شهری مهم به شمار می رفت. حکمتانه که در دل همدان امروزی جای گرفته، در کنار آتن، روم و شوش از معدود شهرهای باستانی زنده در جهان است. حفاری در منطقه تپه حکمتانه از سال 1288 خورشیدی و توسط هیئتی فرانسوی از طرف موزه لوور به سرپرستی شارل فوسی آغاز شد. در پایان گفتنی است کمیته میراث جهانی یونسکو 46مین نشست خود را از 21 تا 31 جولای 2024 در دهلی نوی هند برگزار کرده و در این اجلاس 27 مکان پیشنهاد شده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در حال بررسی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مرزبانان لهستانی مجوز تیراندازی به پناهندگان دریافت کردند. مشارکت 250 حافظ در 8مین مسابقه ملی حفظ قرآن عراق. دبیرکل سازمان ملل خواستار پایان دادن به مصرف سوخت‌های فسیلی شد. و حکمتانه در یونسکو ثبت شد. عزیزان بیننده، ممنونم از اینکه تا آخر این بخش خبری با ما همراه بودید. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.